مراسم ترحیم آیت الله هاشمی رفسنجانی از سوی رهبر معظم انقلاب در حسینیه امام خمینی با حضور حضرت آیت الله خامنه ای برگزار شد. بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن. در این مراسم که اعضای خانواده و بستگان آیت الله هاشمی رفسنجانی، رؤسای قوا، مسئولان کشوری و لشکری، شخصیت‌ها، سفرا و مهمانان خارجی و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند، قاریان آیاتی از کلام الله مجید را تلاوت کردند و ذاکران اهل بیت به مداحی پرداختند. آیت الله مجاهد مرد میدانهای سخت، آن که فقدانش بسوزاند دل احباب را، یار رهبر عاشق و دل داده مولای ما، داشت در وصل و فراق او دلی بیتاب را، چون که این پیوند الفت بسته شد در کربلا، زامن حفظ و بقای آن بدان ارباب را. در این مراسم همچنین آیت الله موحدی کرمانی در سخنانی ایمان به خدا و ایستادگی در راه حق را مهمترین ویژگی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام دانست و با اشاره به مصلحت مهم حفظ انسجام ملی و حساسیت آن یار صمیمی انقلاب بر حفاظت از مصالح نظام گفت: در نظام اسلامی فصل الخطاب مقام معظم رهبری است و آیت الله هاشمی نیز همواره تاکید داشت که در مقام عمل همگی باید رهرو و مطیع رهبری باشیم. احساسات مردم در این چند روز واقعا وصف‌ناپذیره و ما نمی‌دونیم چگونه از این همدردی خلاصه تشکر بکنیم. انشاءالله. و عملکرد صدا و سیما رو چطور است؟ الحمدلله بسیار عالی بود، بسیار عالی. بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردیم مردم حق قضیه رو به جا آوردن. صدا و سیما رو عملکردش چطور ارزیابی می‌کنید؟ در مجموع بسیار راضیم. تشکر میکنیم هم از صدا و هم سیمای جمهوری اسلامی که پوشش بسیار خوبی توی این مدت داشت. الحمدلله صدا و سیما، من امروز هم خدمت آقای دکتر علی عسکری عرض کردم، خیلی خوب عمل کرده و عملکرد بسیار خوبی رو داشته و حق مطلب رو ادا کرد. فوق‌العاده عالی بود انصافا. به طور جدی چه سیما و چه صدا، خب من شبکه‌های مختلف رو هم میدیدم و همینطور صدا رو انصافا سنگ تمام گذاشتن و خوب منعکس کردن.